خداوندا در این دنیای بیرحم وجودم را به دستت می سپارم. به تو محتاجم و بی تو من هیچم، به لطفت روشن از شبهای تارم. دو دستم می آید به سویت، بگیر و مایه آرامشم باش. تو ای سنگ صبور مهربانم، تقاضای دعا و خواهشم باش. خداوند زمین و آسمانی، تو حاکم بر امور این جهانی، مرا فرمان گذار درگهت کن. تو ای عشق عظیم جاودانی، تو ای عشق عظیم جاودانی. عزیزای من، گلهای من، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه جای دنیا که هستین. مینا مددی هستم با برنامه علمی عبادی قدرت پنهان. امیدوارم نور الهی، نور قدرت پنهان تو خونه تک تک شما عزیزای من باشه. نازنینای من، سعی میکنیم امروز بیشتر خط بگیریم، به این دلیل که دیروز خیلی توضیح دادیم و خیلی شما عزیزای من گله داشتین که چرا مینا کم خط گرفت. سعی میکنیم. آخه مسئله دیگه اینه که اگه سوالاتتون هم جواب ندیم، دوباره زنگ میزنید و دونه به دونه میخواییم براتون توضیح بدیم. اونم یه مشکل دیگه که وقتشو نداریم عزیزای من، نازنینای من. پس سعی میکنیم خط بگیریم، سوالاتتون رو جواب بدیم و شما عزیزا رو از تمام اطلاعاتی که مربوط به برنامه علمی عبادی میشه تا اونجا که در وقت به ما اجازه میده سعی کنیم شما عزیزا رو بی خبر نذاریم. خطی بگیریم، حالا شروع نکنیم صحبت کنیم، خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم که انشالله گلگی نکنین از ما. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. جانم بفرمین. عرض سلام. سلام عزیزا. عرض سلام و خسته نباشید. زنده باشی، ممنونم از لطفتون. بفرمین. ضمن عرض سلام و خدمت حضور خواهر عزیزم نفانو و هفت استاد عزیزم، سپاسگزارم از لطفتون. جانم بفرمایید. از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ لطف بفرمایید. برای احمد نام مادر هما. منتظرمون نذارین، خواهش میکنم. از معجزه هم بفرمایید. الو. افتانه خانم که نابینا بود با نور الهی و دعای هفت استاد عزیزم شفا پیدا کرد. دیگه چی میدونی؟ علی آقا که از همدان نابینا بود، با نور الهی و شفا هفت استاد عزیزم شفا پیدا کرد. عبادت برای چی میخواد؟ برای گشایش و آرامش. گشایش و آرامش. برادرم، ما خیلی سعی کردیم، نه اجازه بدید، ما خیلی سعی کردیم برای شما حتما عبادت بنویسیم ولی متوجه شدیم اصلا برنامه رو نمیشناسیم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا حافظ. عزیزای من، گلای من، لطف بفرمایید. ببینین اینها هستش که مشکل داریم تلفن‌های شما رو جواب بدیم. نازنینای من، عزیزانمون اگه اطلاعات داشته باشن راجع به برنامه علمی عبادی، برنامه رو بشناسه، میدونه که عزیزم گوشایش و سلامتی آرامش هستن، اینا جفتشون عبادت مختلفه. البته ما گوشایش میگیم، برکت گوشایی میگیم. برادر عزیزمون اصلا اسمشون بلد نبود متاسفانه و داریم بهش میگیم خط تو منتظر نذاریم. خیلی از خواهر برادرای تو نازنینم پشت خط منتظره، اجازه بدین اونها هم عبادت بگیرن. ولی هیچ همتی نکرد، هیچ سعی نکرد. بس نازنینم عزیزم، اینجا نیستیم که خدای نکرده همدیگر رو آزرده کنیم،
یا اینکه به هم دیگه بخواین حتما بگیم این چنین صحبت کن. نه نازنینم، اگر نمیخوای با برنامه علمی عبادی، میخوای بی انرژی صحبت کنی و نمیخوای اصلا همیت نمیدی به دیگران که منتظرن، با عرض معذرت خیلی راحت ما هم تلفن تو قطع میکنیم، انشالله که متوجه بشی عزیزم. برنامه علمی عبادیه، با هیچ کسی تعارف نداره و آخه دلیلش اینه که مشکل نداره با هیچ کی. نازنینم، همه رو دوست داریم و شما هم سعی کنیم به برنامه‌تون احترام بذارین. وقتی میای رو ار خوابالو نباش، صدای تلویزیون از خونت نیاد، سر و صدای بچه‌ها نیاد و زنگ بزن قشنگ عبادت بگی اگر برنامه رو میشناسی. اگر نمیشناسی عزیزم، یک سال و نیم نگاه کن، کاملا که شناختی اون موقع به همون زنگ بزن، خطی بگیریم و بیننده هامونو ببینیم که آیا بیننده های جدید هستن یا قدیمی ها. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام گله. سلام. حال شما خوبی؟ با عرض سلام زنده بشی خدمت میله عزیزم و حبیب الهی. زنده بشی عزیزم. جانم بفرمی. بفرمی. خوب هستی شما؟ از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. اگه دیگه لط بفرمی تایی الو الو نگو خانمم، داری با من صحبت میکنی، من چی کار کنم که تو بیقرار نباشی؟ خانومم میخوای قطعت کنم؟ نازنینه نه ببخشید، صدا قطع وصل میشه. نه خانومم صدا قطع وصل میشه، ما شما رو واضح داریم، شما فقط بیننده های ما رو دیپرس میکنی، نکن این کار رو عزیزم، نکن. خدا نگهدارت، خدا حافظت. بله، دو تا عزیزا رو داشتیم که اومدن رو خط و متاسفانه اصلا اطلاعی ندارن. الو الو. نه عزیزم، وقتی میگه الو به من فرصت بده، من هم باید صحبت کنم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با عرض سلام خدمت شما. سلام عزیزم. خداوند عزیز خدا خداتون بشم. مرسی. خیلی ممنونم بودن عزیزم که تقدر تکرار ما باشید. بله زنده باشین، روز بزرگیه نازنینم فردا براتون. بله بله افتخار خیلی بزرگ یک نسل ما ایرانیت داره. خداتون بشم. زنده باشین. البته دولتتون هم داره عصبانی میکنه. بله دولتتون هم متاسفانه داره عصبی میشه، هی داره شعارهای ناجور میده. البته هرچی اون شعارها رو میدن بابت ما ترنده این میده فداتون بشم، فداتون بشم. بفرمایید خانومم. جانم از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله به چه اسم؟ مرتضی نام مادر شهربانی. اما معجزه ها نازنینه، آقای علی آقا عزیز که در کارخانه تراشداری به خاطر پاکیدن ذرات فلز دست شما باعث شده بود که نابینا بشن و دکترها هم قطع امید کرده بودن برای بیماری ایشون که به لطف خدا و دعای هر استاد عزیزم شفا پیدا کردن. زنده باشی عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانمه؟ خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیت. خدا یارو نگهدارت نازنین. چشم نازنینم. به خدا میسپارم. خداتون بشم. خدا نگهدار. خدای مهربان برکت و سلامتی آرامش تو زندگی بهتون هدیه کنه. نازنینای من، گلای من، بله خیلیاتون هستین که سوال داریتون که استادای عزیز دقیقاً چه ساعتی میان به آسمون کشور عزیزم ایران شب جمعه. نازنینای من ساعت 1:30 تا ساعت 5 صبح با عبادت الهی با لطف پروردگار در آسمان کشور عزیزم ایران هستن. انشاءالله که شما عزیزای من، شما گلای من، تا حتی استادا فرمودن به این دلیل که دلمون نمیخواد اسراف باشه، 7 قطره گلابم که شما داشته باشین بس. اگه شما عزیزانی هستین که دلتون میخواد گلاب پاش کنین، حالا خونتونو، حیاتتونو، گلخونتونو، هر جا که دوست دارین استادای عزیزو ببینین. شما عزیزانی که در آپارتمان ها زندگی میکنین، از پنجره دارین نگاه میکنین، سوال بسیار زیادیه که فرمودین که آیا به آپارتمان ها ما شانس دیدن داریم؟ نازنینم عزیزم، این چنین با لطف خدای مهربان، با لطف پروردگار، این چنین میشه که نازنینم هر جا که باشی، ایمان قوی که داشته باشی، تو میتونی ببینی.
انشالله که شما گلای من، شما نازنینای من و اون عزیزانی که ایمانشو دارن و منتظر دید استادای عزیز هستن در آسمان کشور عزیزم ایران، ساعت 1:30 تا ساعت 5 صبح استادای عزیز فرمودن به خاطر اینکه مطمئن بشی نورایی که میبینی و ابرایی که حرکت میکنن، مطمئن باشی که متعلق به 7 استاد نازنینه، توی وجودت نسیم بسیار زیبایی رو خواهی احساس کرد که اسم این نسیم نسیم بهشتیه و نازنینم عزیزم تا حتی زیر پوستت نسیم زیبا رو خواهی احساس کرد. بس به خاطر اینکه مطمئن باشی که نازنینای من این قدرت پروردگار رو رو شب جمعه میخوای امتحان کنی، اینا نشونه هاست و قلب مهربانت خواهد تپش بسیاری داشته باشه و احساس خوشحالی میکنی و ممکنه تا حتی اشک شادی از چشات بریزه. اینا نشونه هاییه که شما عزیزای من وقتی که 7 استاد نازنین در کشور عزیزم، در آسمان کشور عزیزم میبینین، ایمانایی که دارین نازنینای من، این احساسا بهتون دست میده. و اینم باز هم عرض کنم خدمتتون، خیلی از شما عزیزا سوال کردین که در کدوم شهر فقط هستن، کجا. نازنینای من اینو مطمئن باشین که در مشهد مقدس دور تا دور حرم مقدس مطمئنن بالای آسمان خواهیم دید. اینو مطمئن باشین حضرت معصومه و نازنینای من جاهای مقدس حتما در آسمانش خواهیم دید. و مسئله دیگه که شما تا حتی هر جایی کشور عزیزم ایران باشی، با قدرت 7 خدای مهربان که به 7 استاد نازنین داده، مطمئن باش میتونی ببینی. طبقه پایین باشی، طبقه بالا باشی، توی زیرزمین باشی، طبقه نمیدونم صدم باشی، مطمئن باش نازنینم، با قدرت بینایی، با قدرت عشقی که پروردگار بهت داده، وقتی میخوای مطمئن باش میتونی ببینی. خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم و میگم خوش به سعادتتون. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام و عرض ادب خدمت سلام شما مینای عزیزم، فداتون بشم. حال شما خوبی نازنینم؟ جونم بفرمایید. من خوبم، خدا زنده باشین. جانم مینای عزیزم، جان استاد گرامی و بزرگوار، خوشم بگویی کنم یه فداتون بشم. قربونتون برم، لطف دارین عزیزم. جانم بفرمایید. خانم ستاره ها را برای آمدنتان گلسین کردم، وقتی آمدی با عشق من را تقدیمتان میکنم. فداتون بشم. زنده باشی عزیزم، خداتون بشه. جانم بفرمایید. خانم از ایران عزیزمون تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله، به چه اسمی؟ دعا به نام زهرا، نام پدر رحمان و از مجدای قدرت پنهان، کرن عزیزی با فن و کریستینیای عزیز با هم همکلاسی بودیم و در یه محله با هم زندگی میکردیم. درسته. او دختر شاد و سرحالی بود و از خانواده خوبی بود، با هم رفت آمد داشتیم. اما یک دفعه اتفاقی برشون افتاد که پدر شادادی قبلی رو نداشت و در اتاقی تنها میموند و متاسفانه مشروب خورد و با دوستان تحت رابطه کردن. او بندین و پرخاشگر شده بود. متاسفانه دیوید برادر عزیز کریستینیای عزیز در اثر تصادف باز موتور هم افزین هست. مشکلاتشون روز به روز بیشتر میشد. با برنامه علمی بادی آشنایی داشتم و در خود عبادت سزاده کردم و هزینه آینه رو با دوستان جمع کردن. او کریستینیای عزیز حتی خبر نداشت دوستش داره این کار بزرگ رو براش انجام میده. به لطف خداوند و دعای استادان گرامی، خانواده 5 نفره کریستینیای عزیز اینجا پیدا کردن. کریستینیای عزیز ازدواج کرد و میکروفونم نمیشه میدونه حسیبا شدم. بعد از عبادتها هم مشخص شد که شخصی در همسایگی اونها خرابکار بوده و پدر وقتی احساس ناامنی میکنه از مقامات کمک میگیره و اونها هم متوجه میشن که و جادو میکنن. پدر مرد با شخصیت و مهربانی بوده و شهردار منطقه کوچک خودشون بوده. او به دیدن شخص خلافکار بعد از عبادت ها رفت و که در زندان بود و بهش گفت که من میدونم که تو این 6 سال منو اسیر طلسم سیاه کردی، من تو رو میبخشم و امیدوارم که خداوند هم تو رو ببخشه. کرن عزیز این کار انسانی رو انجام داد و در روز عروسی کریستینیا لباس آبی پوشید و میگفت برای قدردانی از نور الهی اینو پوشیدم. مرسی عزیزم، زنده باشی. عبادت برای چی میخوای گلم؟ برکت باشه. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیت عزیزم.
خداتون بشم، سپاسگزارم از لطفتون. خدا یار نگهدارتون. خدا یار نگهدارتون. مرسی عزیزم. خدا میگه عزیزای من، گلای من، بله میدونم که شب جمعه بسیار شما عزیزا میشه گفت خیلیاتون منتظرین، چشم به راهین. خیلیاتون گفتین حکم عید و از عید برای ما مقدس تره. میدونم عزیزای من، خداتون بشه. من مطمئنم که روز شنبه خیلیاتون خواهین اومد رو ایرو بگین که قدرت پروردگار رو چگونه دیدین. نازنینای من، اینو مطمئنم. و مسئله دیگه ای رو عرض کنم خدمتتون نازنینای من، گلای من، همینجور که بی خبر نیستین دولت ایران خیلی راحت حالا دیگه اون با متاسفانه البته صداها رو هم یه سری ضبط کرده داریم که چند وقتی دارن بهمون میگن که مهره مار سفید افسانه ای رو میخوان. سه نفر تا هنوزم به خودمون اجازه نمیدیم اسمشون رو بگیم، ولی به دلیل اینکه استادای عزیز میفرماین که نه، مهره های مار افسانه ای 27 سال براش عبادت شده و بار اولم که سوال کردن گفتن نمیدیم و الان متوسل شدن به زور. نازنینای من، متاسفانه یا خوشبختانه بگیم، بسیار بوق کرنا رو انداختن از طریق روزنامه هاشون، اطلاعاتشون، و متاسفانه دارن مشکل ساز میشن برای خودشون. البته از نظر دیگه ما بسیار خوشحالیم به این دلیل که خیلی ها که قدرت پنهان رو نمیدونستن حالا میدونن، و البته خیلی از عزیزانمون برامون ایمیل زدن و گفتن آخه مینا، مگه انتظار بیشتری از اینا داشتی؟ نه، الان میگیم نه. و مسئله دیگه ای که نازنینای من، آخرین صحبتی که ما باهشون داشتیم گفتن گویا دوتا از خانمای فلج و میارن و باهشون صحبت میکنن و میگن که شما از اینا هزینه گرفتین و خوبشون نکردین. اینا رو امیدوارم که شما نازنینای من، بسی که امروز صبح با البته صبح ما و شب شما تقریبا غروب شما میشه گفت اون موقع و صبح ما بود، بسی که داشتیم میگفتن ما این چنین میکنیم، حالا مهره های معجزه رو به مهره های مار افسانه ای رو به ما میدین ستاشو یا نه. استادای عزیز چی فرمودن؟ فرمودن شکر خدای مهربان، شکر پروردگار که وقتی که اول دهان باز کردین برای مهره های مار افسانه ای بهتون گفتیم نه. خدا رو سپاس گذاریم و امروز نازنینای من در مسجد بدون استثنا عزیزانمون که میان دو رکعت نماز شکرگزاری انجام میدن، به این دلیل که به قدرتی که خدای مهربان به 7 استاد نازنین داده که اولین بار که سوال کردن مهره مار افسانه ای رو میخواین، استادای عزیز فرمودن نه. و استادای عزیز فرمودن راستی اگه پروردگار این قدرت رو نداده بود و ما شما رو نمیشناختیم، مهره مار افسانه ای رو به شما ها میدادیم، یعنی اون موقع ما چگونه میتونستیم پیش لطف خداوند سر بلند کنیم و بگیم بله در خدمت بشر و بشریت. به این دلیل که نازنینم الان که به زور با اینکه اسم برنامه علمی عبادی رو خراب کنی، با زور مهره مار افسانه ای رو میخواد. وای بر اون روز که این مهره ها در دست شما بوده باشه. عزیزای من، گلای من، انشاءالله که خدای مهربان پروردگار یارتون باشه و خدا رو شکر میکنم، سپاسگزارم از لطف پروردگارم که چنین قدرتی رو به 7 استاد نازنین داده که میدونن کسی که مهره مار افسانه ای رو میخواد راستی چه شخصیتی داره، میخواد باهش چی کار کنه. استادای عزیز میفرماین اینها که به برنامه علمی عبادی رحم نمی کنن، که برنامه علمی عبادی تنها برنامه ایه که نازنینای من به عزیزانمون برای سلامتی، آرامش، برای برکت و برای اینکه عشق و محبت تو زندگی هاشون داشته باشن تازه هزینه میپردازیم. هر کدوم این عبادت هایی که برای شما عزیزای من انجام میشه دونی 250 دلاره. نازنینای من، با فروش کتابام و با اینکه نازنینای من کنفرانس ها میرم، سیدیا فروخته میشه،
این هزینه ها رو میتونیم براش جوابگو باشیم. در عین اینکه خیلی ها به همون زنگ میزنن و میگن ما عبادت 3 ساعته میخواییم و به این دلیل که هزینه آینه رو نازنینای من قدرت پنهان نداره برای شما عزیزا هدیه کنه، متاسفانه ناسزا هم میشنوه و راه دیگه ای رو خدای مهربان پروردگار و سپاسگزارم از لطفش که برای قدرت پنهان راه دیگه ای گذاشته شد که عزیزانمونو با کمک 7 استاد نازنین کمک کنن که به گنجینه ها دسترسی پیدا کنن و اون عزیزانمون کمک باشن برای کسی که نازنینم مثال خدای نکرده قطع نخواست براش آینه تهیه کنه، یا اگر کسی که گرفتار آلوده شده به مواد مخدر بتونه کمکش کنه. نازنینم عزیزم از عیدمون تا به الان، تا به همین الانی که در خدمتتون هستم، 480 تا عزیزمون نجات پیدا کردن از مشکلات مختلف. شما در نظر بگیرین که از نازایی بوده، از سرطانی بوده نازنینای من، از کسی که گرفتار طلسم بوده و در تیمارستان بوده از اونا بوده، عزیزی که گرفتار طلسم بوده و سکته کرده ناقص شده اونها بودن، و عزیزای من چندین زندانی که با نور الهی تونستیم لطف پروردگار البته کمکمون کرد که این روزه بتونن کنار خانواده باشن بوده. تمام اینا رو چه کسانی انجام دادن؟ کسانی که نازنینای من به گنجینه ها دسترسی پیدا کردن، به شفاها دسترسی پیدا کردن، بعدش تلاش کردن که عزیز دیگه ای رو، هم نوع دیگه ای رو که خواهر برادر من و توه، نازنینای من سعی کردن کمک باشن. قدرت پنهان شاید به تنهایی نمیتونه برای تک تکتون آینه تهیه کنه، ولی نازنینای من از شماها متاسفانه ناسزا هم میشنفیم و میذاریم روی این حساب که نادان هستیم، میذاریم روی این حساب که خدای مهربان امیدوارم مهرشو تو قلبت بیشتر کنه که دهانی که میتونه به خوبی باز بشه هرگز به بدی باز نشه. عزیزای من، گلای من، امروز هستیم که در خدمت نور الهی باشیم، در خدمت لطف پروردگار باشیم. از ما خواستن که اینو دیگه ادامه ندیم که در ماه یک بار استادای عزیز به آسمان کشور عزیزم ایران میان و نازنینای من، آخه مهم اینه که چه کسی از ما خواسته و چه کسانی از ما خواستن که استادای عزیز بیان به کشور عزیزم، به آسمان کشور عزیزم ایران. اینه که استادای عزیز میان در آسمان کشور عزیزم ایران که من میگم شخصا دست و پاتونو میبوسم که این افتخار رو به من میدن و به آسمان کشور عزیزم ایران میرن. نازنینای من، این برای من افتخار بسیاریه و قدرت خدای مهربانو بیشتر و بیشتر به شما عزیزا نشون میدن. جایی این هست که از خدای مهربان هممون با هم قدردانی کنیم، سپاسگزاری کنیم و اینی که هر کدوم شما عزیزا خودتون به تنهایی قاضی باشین و در مقابل این مسئله قضاوت کنین. قضاوت با خود شما هاست، ولی نازنینای من قدرت پنهان شکر میکنه خدا رو که هرگز خلاف این شعلا نکرده و نخواهد کرد. خطی بگیریم، با شماها باشیم و اینی که دیگران چی برای ما می نویسن اینها رو همه رو به خداوند مهربان می سپاریم. چه عزیزان بیگناهی که در زندانها هستن، برای اونها هم عبادت می کنیم از نور الهی به امید روزی که نازنینای من ایرانی هر جایی که هست، هر در کشور عزیزم ایران، هر گوشش که زندگی میکنه آزاد باشه، راحت باشه و بتونه خدای خودشو، پروردگارشو عاشقانه عبادت کنه. این چنین نباشه که متاسفانه زور باشه، ولی در اصل هیچ چیزی عاشقانه از لطف پروردگار نباشه. از اون روز واقعا میترسیم. خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم.
الو سلام اینا خانم کار عزیزم حال شما خوبه؟ سلام برادر عزیزم حالتون خوبه؟ بفرمایید جانم. خیلی ممنون. زنده باشی. پیش ورود استادای عزیزم هفت نور آسمانی و الهی رو به کشور عزیزم ایران خدمت همه تبریک میگم. ما صبرانه منتظرشون هستیم که قدم رنجی کنن و فرما منت بذارن وارد کشور عزیزمون ایران بشن. سپاسگزارم از لطفت. الهی که جدم حامیتون باشه. تک به تکتون عزیزای جان دلم. بفرمایید برادرم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. دعا میخواستم به نام کوشنگ. بله. نام مادر فاطمه. ام معجزه ها عزیزم. از معجزه ها آخوندات بودن که پاهای خودشون رو در جنگ عراق از دست داده بودن. بله. و آقا سامان که از طریق برنامه قدرت پنهان سالها پیش با کمک نور الهی و دعای هفت استاد عزیز به گنجینه دست پیدا کرده بودن، پس از آشنایی با آقا خداداد هزینه سفر ایشون به آلمان و تهیه پاهای مصنوعی ایشان را تقبل میکنند که هم اکنون آقا سامان و آقا خداداد در حال کمک مردم نیازمند بوشهر هستند. دیگه چی میدونی از معجزه ها؟ چون اینو ناقص گفتین. بله دیگه چی میدونی برادرم؟ بله دیگه نیلوفر خانم بودن که مدت 27 سال قطنقا بودن در شهر دیسپول که با نور الهی و دعای هفت استاد گرانقدر شفا پیدا کردن. سپاسگزارم از لطفتون. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواین؟ عبادت برای برکت میشایید. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیتون عزیزم. خیلی ممنون. ممنون میشم اگه دست فرمه رو محبتتون هم برای من باشه. چشم بردارم. خدا یار نگه دارد. خدا حافظ. خیلی ممنون. خدا حافظ شما. خدا حافظ. بله نیلوفر عزیز رو ازش صحبت کردی و جای این هستش که از شما عزیزا که البته نیلوفر الان در حال حاضر اینجا هستش در این کشور نازنینای من و نیلوفر جز به کسانیه که عزیزانی که به خونه خدا میخوان برن از این کشور نازنینای من تمام به اصطلاح مسئولیتشو مسئولیت کاغذ بازیشو نیلوفر عزیز انجام میده و جای این هستش که از خدای مهربان از پروردگار سپاسگزاری کنیم. البته همتون میدونید نیلوفر در سن 20 سالگی همسرش رهاش کرد به این دلیل که نیلوفر قطنخا بود و امروزه میبینیم که البته الان 7 سال شده نازنینای من شفای لطف پروردگار شما در نظر بگیرید نیلوفر به زندگی سالم برگشته و عزیزای من گلای من این چنینه که نیلوفر ازدواج کرده و بسیار همسر عزیز مطیع داره خدا رو شکر میکنیم و شما گلای من شما عزیزای من که خیلی هاتون الان پای برنامه هستین میدونین که از طریق نیلوفر بود که کارای مسئولیت کاراتون رو داشت که برای حج که میخواییم برین ویزاهاتون و تمام کاراتون تا حتی پیش پزشک رفتنتون و اونجا تمام سرویس ها رو که به نفع احسن به شما بدن و جای این هستش که باستم اینجا از نیلوفر و همسرش قدردانی و سپاسگزاری کنیم به این دلیل که عزیز شفا پیدا کردمون. بعد اینکه شفا گرفت نازنینای من اگه خاطرتون باشه برای 18 ساعت نیلوفر میدوید خدا رو شکر میکنیم و میگفت آخه 27 سال قطنخا بودم میخوام حالا جبران کنم که تمام شهرهای کشور عزیزم ایرانم رفت بعدش اومد اینجا. خدا رو شکر میکنیم. سپاسگزاریم. خط بگیریم با شما عزیزا باشیم. بله شما نازنینای منم اگر نامه‌ای داشته باشین دلتون بخواد برای نیلوفر بفرستین نازنینای من از همین آدرس ما میتونین استفاده کنید و نامه ها رو برای نیلوفر بفرستین در ارتباط باشیم باهش و میدونیم که خیلی از عزیزای ایرانیمون هستن در ارتباط. خطی بگیریم با شما باشیم نازنینای جانم بفرمی. سلام عرض کردم جانم بفرمی. سلام عرض دادم. سلام خانم. سلام عرض دادم و احترام خدمت نینا عزیز. قربونتون برم لطف دارم. برورد استاد عزیز. فداتون بشم لطف دارم عزیزم. جانم بفرمی. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ دعا میخواستم برای زینب مادر سکینه. بله. از معجزه ها نازنینم. از معجزه آقای یعقوب که سرطان معده داشتن به لطف نور الهی و دعای هفت استاد عزیز و نازنین شفا پیدا کردن. زنده باشین. دیگه چی میدونی خواهرم؟ آقا ناصر از شهر اردبیل که دچار تلسمیا شده بود آلده به مواد مخدر شد به لطف نور الهی و دعای هفت استاد عزیز و نازنین شفا پیدا کرد.
زنده باشی. برای شفا پیدا کردن باید ممه میکنی عزیزم نازنینه جانم. میگم برای شفا گرفتن رو بخوای بگی باید ممه میکنی یا خیلی قشنگ و واضح باید بگی نازنینه، چون قدردانی از نور الهیه. درسته عزیزم؟ بله عزیزم خوبه. بله عبادت برای چی میخوای؟ میگم مینا عزیزم جانم، هفت استاد عزیز و نازنین که به کشور عزیز ما میخوان بیان، اینطلا که سعادتی نداشته باشیم. فداتون هفت استاد عزیز و نازنین رو هم زیارت کنیم انشالله. فداتون بشم. عبادت برای چی میخوای خواهرم؟ هنوز نگفتی. سلامتی و آرامش عزیزم. سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. زنده باشی. زنده باشی. دست نازنین تم میبوسم اگه برام بلند. قربونتون برم. خدا نگهدار. چش. خدا حافظ. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو هدیه کنه بهت نازنینای من. بله یه خبری هم هست از مسجد من بخونم براتون نازنینای من. بین ساعت 1:30 به وقت کشور عزیزم ایران تا ساعت 5 صبح استادای عزیز در آسمان کشور عزیزم ایران هستن و شب جمعه. و نازنینای من هر کسی که آرزومنده در اون موقع براش اینجا شمی روشن بشه میتونن به همون اطلاع بدن و انشاءالله هر عزیزی که مطمئن باشین استادای عزیز از آسمان خونشون دارن رد میشن، آرزو کن که بهترینا تو زندگی برات بیاد. نازنینای من هستیم که برای عزیزانمون شمی روشن کنیم در مسجد، و البته اینم دارن اعلام میکنن که بیشتر از 4000 تا شمع نمیتونیم روشن کنیم به این دلیل که شمعی که تهیه شده گویا همانقدره. و نازنینای من هر کدوم شما عزیزا حالا به دلایلی میخواییم براتون شمع روشن بشه میتونید به همون زنگ بزنید، با همون تماس بگیرید. و در ضمن اجازه بدین این مسئله رو عرض کنم خدمتون، این مسئله هزینهش برمیگرده به بچه های خیابونی. بله گلای من، خطی بگیریم و با شما عزیزا باش. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام به مینای عزیزم. سلام گلم، حالتون خوب؟ بفرم. سلام. مرسی جانم. سلام به هفت نور الهی. قربونتون برم. لطف دارین عزیزم. بفرمایید. استادان عزیزم رو میبوسم. زنده باشی. ممنونم. پیش آمدن استادان به آسمان ایران بهتون تبریک میگم. فداتون بشم. زنده باشی عزیزم. چه سعادتی نصیب ما میشه. نصیب ما ایرانی ها میشه. واقعا. فداتون بشم جانم. بفرمایید. روزی باشه که ما همدیگر رو ببینیم. میشه. با امید خدا. با امید خدا. عبادت میخوام به نام مهناز. کشور عزیزم ایران. از کشور عزیزم ایران. کشور عزیزم ایران. مهناز. بله. مادر سادات. بله. از معجزه ها. از معجزه ها خواهر عزیزم همیرا در چابهار که در سرمایه گذاری الماس شرکت کردن. بله. و لطف خداوند شامل ایشان شد و با عبادت هفت استاد عزیز صاحب 850 میلیون دلار شدند. بله. که بخشی از این هزینه رو برای سرمایه گذاری خانواده های بی بضاعت صرف کردند. ممنونم از لطفتون. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. ممنون. خدا یارو نگهدارتون. جانم. ممنون میشم اگه لطف کنید دست پر می کنم برامون بالا. چشم نازنینم. چشم. خدا یارو نگهدارتون. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا خدای مهربان سلامتی و آرامش و برکت رو تو زندگی بهتون هدیه کنه نازنین من. گلای من، نازنینای من، بله برای شب جمعه خیلیاتون سوال کردین که مینا لباس چه رنگی بپوشیمون. عزیزای من، گلای من، اگر داری، البته اگر داری سفید و آبی قشنگ میتونیم، خیلی خوبه، رنگ بسیار سبک و نزدیک به رنگ آسمانه، میتونیم بپوشیم. ولی اگر نیست نازنینای من، فقط سعی کنید لباسای قهوه‌ای تیره یا مشکی یا نمیدونم سرمه‌ای تیره، سعی کنید اینا رو لطف بفرمایید و نپوشید. و یه دلیل دیگه هم داره که من امروز چرا لباس آبی و مشکی پوشیدم. دلیلش چیه؟ اینم عرض کنم خدمتتون. لباس آبی پوشیدم به این نیت که نازنینم، الهی که در آسمان کشور عزیزم ایران سلامتی آرامش برکت و برای تمام ملتم انشاءالله هدیه بشه. لباس مشکی برای چی پوشیدم؟ به این دلیل که از خدای مهربان، از پروردگار میخوایم که طلسم سیاه برای سراسر دنیا و مخصوصا برای ایرانی ها از زندگیشون دور بشه. عزیزان
خیلیاتون هستین نازنینای من، گلای من، میگین خب باور بفرمایین اگه مسئله طلسم سیاه از زندگی ایرانی و هر کس هر ملیت دیگه دور باشه، نازنینای من، عبادت ها رو میتونیم برای چیزهای دیگه انجام بدیم، وقتا رو میتونیم برای چیزهای مفیدتری انجام بدیم. شما در نظر بگیرین همین که به گنجینه ها عزیزانمون میتونن دسترسی پیدا کنن، نازنینای من، گلای من، شما در نظر بگیرین این چقدر زمان میخواد، چقدر خوبه و چقدر میتونن برای کسانی که گرفتار بیکاری هستن، چقدر میتونیم اون موقع بیشتر با اونا در ارتباط باشیم از نظر عبادی. عزیزای من، گلای من، بس از خدای مهربان، از پروردگار میخوایم، از اونایی که دل سیاه هستن و جادو میارن تو زندگی ها، خدای مهربان قلبشون رو باز کنه رو به محبت و برای هیچ کسی طلسم سیاه نکنه، یعنی منظور همون جادو. به این دلیل که میبینیم نازنینای من، چون بر اثر حسادت متاسفانه برای عزیزانمون جادو میشه، نازنینای من، میبینیم که چه خانواده هایی، چه عزیزانی که الان کنار خانواده هاشون نیستن. دردناک برامون وقتی که نازنینم مادری میگه که میخوام با روح بچه‌ام در ارتباط باشم. هممون مادریم، هممون احساس داریم، تا حتی اگرم نازنینم مادر نباشیم، عاطفه ای که لطف پروردگار بهمون داده میتونیم درک کنیم که وقتی نگاه میکنیم نازنینم برای مادری که مثال خدای نکرده به دلیل اینکه برای فرزندش جادو کردن، حالا به دلیل اینکه یه شخصی میخواستدش و این نخواسته اونه، حالا به دلایلی، به دلیل اینکه شخص انقدر متاسفانه خودخواهه، آخه یه مسئله خیلی مهمه که نازنینای من، شما وقتی که عاشق میشین، عاشق واقعی اونه که در نظر بگیره اون شخصم عاشقش هست. آخه این چنین نباشه نازنین من، عشق یک طرفه باشه، اون موقع عزیزم نازنینم عشق نمیشه اسمش، اون دیگه میشه سوء استفاده. آخه یه عاشق نازنینم عزیزم، منطق اینو به انسان میاموزه که عزیزم یه عاشق برای اینکه به شخص نرسیده نباید بگه یا من یا هیچ کس دیگه، یا من یا اینکه تو حق زندگی نداری. عزیزم نازنینم، بس این عشق نیست، بس این حسادته که آزارت میده. بس امیدوارم که اینا رو در نظر بگیرین. الهی که خدای مهربان کمک باشه، پروردگارم کمک باشه و نکنین این چنین که عصبی بشین به این دلیل که یه مرد رو میخواین و یه خانوم رو میخواین و حالا موقعیت پیش نمیاد و اون دوست نداره، خانوادهش دوست ندارن، و بگید خب خیلی از خانواده ها رو میبینیم نازنینای من، خانمایی که 40 سالشون شده، 50 سالشون شده، 60 سالشون شده، عزیزای من، ازدواج نکردن و وقتی براشون عبادت میشه میبینیم بله شخصی چون مثال رفته بودن خواستگاری نخواستن ایشونو، رفتن برای این طلسم کردن و این هرگز نتونه ازدواج بکنه، خانواده رو مشکل ساز کردن. عزیزم نازنینم، وقتی تو لج میکنی برای یه مرد، برای یک خانم میری جادو میکنی، فقط این نیست که بگی تو میرم و بخت اونو میبندم، نه نازنینم، اینا رو وجدانن داریم بهت میگیم، ازت خواهش میکنیم که نازنینم این گناه بزرگیه اولا، دوما فقط بخت اونو نبستی، این مسئله جادو اثر میذاره تو این که خانواده ها خدایی نکرده، خدایی نکرده بچه های دیگه شون به طرف مواد مخدر برن، خدایی نکرده بچه های دیگه عصبی بشن. بچه ها هستن که نازنینای من، ما میبینیم خانم 62 ساله بله بختش بسته شده ولی برادرش عصبانی شده و متاسفانه چاقو کشیده برای یکی دیگه، برای مدت 15 ساله در زندانه. خب عزیزای من، گلای من، شما در نظر بگیرید اون خشم تو، اون خواسته تو سعی کن کنترل کنی، سعی کن به این چیزا فکر کنی که تو وقتی جادو میکنی برای یه خانواده، این چنین نیست که تو بگی بله ف...
فقط این خانم، این آقا بختش بسته میشه. نه نازنینم، تو یه دونه آتیشو بردی برای یه خانواده. ازت خواهش میکنم از لطف خداوند بترس، از پروردگار بترس، و این چنین نباشه که تو اون آتیشو ببری تو اون خانواده و بگی نه این آتیش من میخوام فقط از اینجا مستقیم بره مثال تو آشپزخونه برسه. نه عزیزم، این آتیش پخش میشه، همه جای زندگیشونو به ویرانی میکشونه. میبینیم که متاسفانه خانم عزیز پدرشون متاسفانه خودشو دار زده به این دلیل که فرزندش افتاده در زندان. عزیزم نازنینم، اینا درد اجتماعست. اینا میبینیم که خانم شمسی الانه 63 سالشونه نازنینم و میگه واقعا نمیدونم زندگی با من چیکار کرد، برادرم در زندان، پدرم خودکشی کرد، مادرم دق کرد. آخه عزیزم نازنینم گناهش چی بوده؟ خیلی ها هستن در زندگی شمسی و شمسی ها قربانی میشن به خاطر اینکه یک شخصی که متاسفانه آخه چیه جوری به اینا بگیم انسان، یه انسان نما از جنس شیطان میاد برای خانواده ها جادو میکنه که این شخص عروسی نکنه، این شخص خوشبخت نشه و تمام خانواده رو متاسفانه به نابودی میکشونه. حالا سوال میکنیم که بله خانم شمسی الان داره اسم شخصی رو که متاسفانه آقای مرتضی، آقای مرتضی فامیلیشم گویا خاتوزیانه و نازنینای من، داره سوال میکنه تو که این درد ما رو میخواستم در تلویزیون عنوان بشه، اگر داری میشنفی، ما نمیدونیم داره میشنفی یا نه، اگر داری میشنفی راستی خودت ازدواج کردی، اومدی آمریکا، خانواده، زن، بچه، همه چی داری، راستی چه احساسی داری؟ چه جوری فکر میکنی که بچه های تو خوشبخت باشن به این دلیل که یه زندگی چند نفره رو به ویرانی کشوندی؟ راستی شما در نظر بگیرین که خانم شمسی الان 63 سالشونه و زندگیشون راستی چی شده دیگه؟ بله خوشبختانه یه چیزی رو میدونیم نازنینای من، با مسئله علم و عبادت خانم شمسی جزو کسانیه که سرمایه گذاری کرد و نازنین من سرمایه گذاری کرد و الماس دسترسی پیدا کرد. خدا رو شکر میکنیم. آسون نبود نازنینای من، تا حتی خانم شمسی زندگی رو فراموش کرده بود و دیگران که متوجه بودن در اصل دختر داییشون متاسفانه نوهی داشت که ناقص بود و از قدرت پنهان شفاشو گرفته بود و زمانی که شفای لطف پروردگار شامل حال این بچه شده بود مهناز 4 ساله و نازنینای من اون موقع تصمیم گرفتن گفتن هزینه آینه رو میدیم، میدونیم که شمسی شرایطی نداره که بتونه زندگیشو، ولی 63 سالش شد. عزیزای من، گلای من، شما در نظر بگیرین وقتی استادا داشتن عبادت میکردن با چشم دیدم که برای 2 بار 2 تا از استادا سکوت کردن و اشک از چشاشون میام. که نازنینای من شما در نظر بگیرین یه خانواده چند نفر ویران شدن. اینا راستی جبران ناپذیره، اینا دیگه واقعا مشکلاتیه که برای خانواده ها پیش میارن. نازنین من بله، بعد اینکه با آینه لطف خدای مهربان شامل حال شد، هزینه ای هم به دست آوردن، با اون هزینه تونست سرمایه گذاری کنه، الماس به دست بیاره. نازنینم هزینه ای که با آینه به دست آورده بود اونچنان نبود نازنینم، انقدر بود که پول آینه باشه یه مقدار بیشتر، ولی تونست به الماس دسترسی پیدا کنه با سرمایه گذاری. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی و میبینیم که خانم شمسی میگه آخه در خانوادم میبینم که بسیار خانوادم گرفتارن و میدونم که اینها همشون کسانی هستن که مشکل دارن و سعی میکنم من به نوبه خودم، خانم شمسی فرمودن گفتن که من به نوبه خودم سعی میکنم 40 تا آینه تهیه کنم با این هزینه‌ای که دارم، 40 تا آینه تهیه کنم هیچ مسئله نیست و منم 63 سالم. البته با لطف خدای مهربان، با لطف پروردگار، با مهر محبت الهی میدونیم اینو نازنینای من، خانم شمسی کمتر از 3 ماه میدونیم هم ازدواج میکنه، اینم مطمئن هستی. ولی نازنینم آخه 63 سال زندگی، عمر، همه چی از بین رفت
برادر از بین رفت، پدر از بین رفت، مادر دغمرگ شد. امیدوارم که اگه تو عزیزی هستی که همین الان داری این برنامه رو گوش میکنی و اگر برای کسی واقعا جادو کردی، عزیزم نازنینم، امیدوارم کسی باشه که این توانو داشته باشه بگه که این زندگی رو من میخوام دوباره به اونا برگرد، واقعا توبه کنی نازنینم، واقعا مشکلشون رو سعی کنی حل کنی. چون فکر میکنم هیچ وقت اینو نخوا که عزیزم، تو خدا اینه کرده یه خانواده ای رو ویران کنی، اون وقت تو انتظار نداشته باش که خود تا ابد بتونی راحت زندگی کنی. این چنین نیست. ما انسان ها در همین دنیا میشه گفتش که خیلی از یعنی تا حدودی باید پروندمون پاک پاک بشه تا از این دنیا بتونیم بریم. انشاءالله که هیچ کدومتون داغ نبین، الهی که هیچ کدومتون گرفتار طلسم سیاه نشین، الهی که هیچ کسی گرفتار طلسم سیاهتون نکنه که مثال در حسرت این باشی که صاحب فرزند باشی، یا اینکه در حسرت این باشی که بتونی ازدواج بکنی، یا اینکه خدایی نکرده صاحب زندگی اونچنانی بودی ولی همش به باد رفت. عزیزای من، گلای من، خطا رو بگیریم. میدونم بله اتاق فرمانم در اینه که اونا هم بغضشون گرفته نازنینای من، میگن خطا رو بگیریم، خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو سلام. سلام برادرم، حال شما خوبی؟ زنده باش. ممنونم برادرم. جانم از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله ایران. به چه اسمی؟ به نام نادر. بله. پدر زرعلی. بله. از معجزه ها بفرمایید. از معجزات قدرت پنهان، آقای مهندس کشاورز بودن که به دلیل گرفتاری به طلسم سیاه بله. از طبقه هفتم ساختمان محل کارش سرش گیش میره و به مدت 3 ماه به کما میره. رئیس شرکت آقای مهندس کشاورز که با برنامه قدرت پنهان و خانم مددی آشنا بودن، با قدرت پنهان تماس میگیرن و یه آینه تهیه میکنن که شفای آقای کشاورز را به لطف خدای بزرگ و عبادت هفت استاد عزیز گرفته میشه و آقای مهندس کشاورز در پاسخ به بهبودی خود و نجات از طلسم سیاه، اونیز آینه برای دختری که مشکل ذهنی داشت از آشنایان رئیسش بود، اونم آینه تهیه میکنه و تا اونیز هم شفا پیدا بکنه. زنده باشی. مرسی برادرم. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برکت گشایی میخوام خواهرم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی عزیز. خیلی ممنون. خدا یار نگهدار. یه سوال خدمت دارم. جان بفرمی. در سپاه استاد عزیز من میبوسم که میخوام بیام کشور عزیز ما ایران. بعد این شب جمعه، منظور جمعه شب، که فردا شنبه باشم میان ایران. بله پنجشنبه شب فردا. یعنی جمعه شب. جمعه شب. ممنون. یعنی اجازه بدی من کاملا روشنتون کنم برادرم. بله. فردا شب که من رو ایر هستم برنامه تموم میشه 1 ساعت بعدش. آها. چون ساعت 12 برنامه تموم میشه، یادتونه، خاطرتونه، میدونین دیگه. ساعت خواهش میکنم. به خدای مهربون میسپارم. اتون خدا نگهدار. عزیزای من، باسم من براتون واضح کنم که شما عزیزای من اشتباه نکنید، فردا شب که من میام رو ایر 1 ساعت بعد این که برنامه تموم میشه، بله صدای عزیز و آسمان کشور عزیزم ایران هست. بله برادر عزیزم خواسته بود که دستم براش بالا ببرم، خدای مهربان سلامتی آرامش برکت هدیه کنه بهش و امیدوارم که شما نازنینای من، شما عزیزای منم، بله مشخص باشه براتون که من کیو میگم. خطی بگیریم و با شما نازنینا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام و عرض ادب خدمت مینا عزیز و استاد محترم. قربونتون برم، لطف دارین. جانم بفرمایید. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله به چه اسمی؟ یه خواستم اگه میشه قطع نکنید تو حرف آقون بزنم. خانمم چی میخوای بگی؟ ما 5 تا خواهریم که شادمون ازدواج کرده که متأسفانه هممون زندگیمون اصلا پایشه شد. پدرم توان مالی نداره که آینه بگیره. حالا از کسایی که آینه خانمم منو ببخش، خدا نگهدار، خدا نگهدار عزیزم، منو ببخشید. عزیزای من، گلای من، عرض کنم خدمتتون، اینو واضح کنم براتون. روی این خط نیاین، ازتون خواهش میکنم روی این خط نیاین بگین که برای ما، میبینم متاسفانه خیلی از عزیزا میان که تقاضا دارن برای ما آینه تهیه کنن. عزیزای من، گلای من، ما این اختیار رو به خودمون نمیدیم، این اجازه رو به خودمون نمیدیم. عزیزانی که به گنجینه دسترس پیدا میکنن، اونا رو مثل اینه که بهشون زور بگیم نازنینه،
بگیم بله بیاین حالا برای این خانم برای اون آقا آینه تهیه. نه عزیزای من، گلای من، من در کشور عزیزم ایران هرگز زندگی نکردم، نمیدونم. و عزیزانی که گنجینه ها دسترسی پیدا میکنن خیلی بهتر موقعیت کشور عزیزم ایران رو میدونن. و شما در نظر بگیرید که ما مشکلاتی هم داریم اون عزیزم. بعضیا میگن که ما تا حتی میبینیم که بله بعضیا هستن آلوده به مواد مخدرن، آینه براشون تهیه میکنیم، عبادت میشه و اونا درست میشن. بعدش میان به همون میگن که خب حالا یه پولی هم بده مغازه بزنیم، یه پولی هم بده ماشین بخریم و اینجوری. نازنینای من، گلای من، به همین دلیله ما اصلا نمیخوایم مسئولیت ما داشته باشیم. پس امیدوارم اینو متوجه باشین، روی این خط نیاین، از کسی بخواین که حرمت داره به برنامه. عزیزای من شما در نظر بگیرین، هفت استاد نازنین بسیار شما در نظر بگیرین زحمت میکشن برای ملت عزیز من. بس امیدوارم این چنین نباشه که هر عزیزی بیاد بگه برای من این کار بکن. میشه گفتش 75 میلیون جمعیت داریم، اگه بخوای حساب کنی نازنینم شاید بیشتر از 45 میلیون عزیزانمون مشکل داره. بس نازنینم عزیزم، نمیخوایم این چنین باشه که برنامه ساعت 10 شب شروع میشه تا 12 برنامه است. شما در نظر بگیرید انسانیم، احساس داریم، ناراحت میشیم وقتی که ساعت، مثال شما بگو شروع برنامه ساعت 10 یه خانواده نشستن دارن برنامه رو نگاه میکنن، شما بیاین با گریه و با ناراحتی و با این تمام خانواده ها رو شما موقع افسرده میکنید. سعی میکنیم برای خانواده ها کمک باشیم، سعی میکنیم گریه نندازیم کسی رو، سعی میکنیم رفع مشکل کنیم از طریق لطف پروردگار، البته نه من، من کسی نیستم، از طریق نور الهی و هفت استاد نازنین. نازنین من بدون این که گریه بندازی، بدون این که خدایی نکرده شخصیت ها رو بیاریم پایین. بس امیدوارم این برنامه رو نازنینم عزیزم در نظر بگیر، خیلی از عزیزانمون دارن کمک میکنن بدون این که اصلا ما پیشنهاد کرده باشیم. تنها خواهشی که به خودمون اجازه دادیم این خواهش رو از عزیزانی داشته باشیم که به الماس ها دسترسی پیدا میکنن، گفتیم هر جای دنیا میخواین زندگی کنین خوش آمدین، برین زندگی کنین، منتها اگه بتونید زحمت بکشید تولید کارم در کشور عزیزم ایران انجام بدید. بعد نازنینای من یه عده گفتن خب ما اصلا میخواییم مثال در خارج از کشور زندگی کنیم و خودمون کسانی رو میشناسیم در کشور عزیزم ایران داریم به اونا کمک میکنیم. خب اینم خوبه، اینم عالیه نازنینم. میبینیم که الان خانوادی که دستشون درد نکنه، البته خیلی هم با هم شوخی میکنم به این دلیل که خانم خونه اینجوری شد که سرمایه گذاری کرد برای به دست آوردن الماس و خانم خونه گفت بله من در محلی که زندگی میکردم بسیار کسانی بودن که مشکلاتی داشتن و برای بچه هایی که عزیز من ناقص بودن میگفت برای اونا دلم میخواد کمک بزرگی باشم. و خیلی از خانوما رو میشناسم که اینا نونآور زندگی خودشونن نازنینای من، یعنی همسر ندارن یا وضع مالی خوبی ندارن نازنینای من، و میگفت برای اینا من رفتم خودم قبل از اینکه به اصطلاح بخوام فکر کردم که چیکار کنم برای اینا، اول برای اینا یه سرپناه درست کنم. بس نازنینای من خودشون انتخاب کردن، خودشون محله رو میشناسن، خودشون افراد رو میشناسن. من که در کشور عزیزم ایران زندگی نکردم، نمیدونم اصلا خیلی چیزا رو. پس امیدوارم سعی کنیتون نازنینای من، ما این حق رو به خودمون نمیدیم که بگیم که عزیزانمون چی کار کنن، ولی عزیزانی که زحمت میکشن بله تولید کار میکنن در کشور عزیزم ایران، بله یه ده از عزیزانمون بله مستسرسی پیدا کردن، یه تیکش و دو تیکش رو فروختن تولیدی زدن و میگن بله حالا عزیزانمون میان کار میکنن نون حلال میبرن خونه هاشون. شما در نظر بگیرین چقدر دوره بر کشور عزیزم ایران، از روستا بگو، از شهرستان بگو، از شهر کوچیک بزرگ بگو، دارن تولید کارخونه میذارن. عزیزای من اینا کیا هستن؟ ما اجازه نمیدیم خودمون اسمشون رو بیاریم، ولی خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی. خیلی از عزیزانمونم هستن وقتی به گنجینم که دسترس پیدا میکنن دوست ندارن از کشورمون بیان بیرون، دوست دارن در کشور عزیز ایران بمونن. این بسیار مقدسه، اینم برای ما مقدسه، انسان حق زندگی داره نازنینای من. پس امیدوارم
ازتون خواهش میکنم نه یا این رو خط بگید که ما آینه لازم داریم. خیلی لازم دارن، متاسفانه خیلی لازم دارن عزیزای من، اینو متوجه هستیم. خطی بگیریم با شما عزیز باشیم تا اونجا که وقت به ما البته اجازه میده. جانم بفرمی. سلام عرض کردم جانم. سلام عزیزم، فداتون بشم. حالتون چطوره جانم؟ بفرمی به شما. خیلی ممنونم. سلام خدمت شما عزیز و استادای عزیزم. کشور عزیزم ایران دارن میان، کشور عزیزم ایران مورد قابل بسن، دست و پاشون هم میدوشن. قربونتون برم جانم. بفرمایید. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. بله من نوشتم کشور عزیزم ایران رو. لطف بفرمایید اسم به من بگی. به نام حسین، نام پدر عیسی. بله. اما معجزه ها برادر عزیزم آقا قاسم عزیز بودن که سرطان داشتن و دکترها گفتن که 6 ماه بیشتر زنده نمیمونه. بله. با تایید آینه و لطف خدای مهربان و خاص استاد عزیزم شفا بده. زنده باشی خواهرم. عبادت برای چی میخوای نازنینم؟ برکت بشه مینای عزیز. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیت. زنده باشی. دست گلتو میبوسم. دست استادای عزیزمو میبوسم. قربونت بالا برم. چشم عزیز. خدا یارو نگهدار. خیلی ممنون. خدای نگهدار شما. زنده باشی. خدا خدای مهربان برکت سلامتی آرامش رو هدیه کنه به عزیزم. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام مینا جون. سلام خانم، حال شما خوبی؟ خوبی گلم جانم. خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم. فداتون بشم. لطف دارین عزیزم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله به چه اسمی؟ عبادت میخواستم برای نیلوفر، نام مادر پروین. اما معجزه ها بفرمه. از معجزه های قدرت پنهان، شخصی حدود 6 ماه پیش با آقا پدرام آشنا میشه. بله. آقا پدرام در اثر تصادف حرکت دست راست خودش رو از دست میده. این شخص ایمان خودش رو از دست نداد و با برنامه قدرت پنهان تماس گرفت. با تهیه آینه، عبادت سه ساعته و قدرت نور الهی و عبادت هفت استاد بزرگ شفا پیدا میکنه. دیگه چی میدونی نازنینه؟ آقای ارجنگ بودن که از بیماری قلبی رنج میبردن و دکترها ازشون قطع امید کرده بودن. بله. ولی ایمان خودشون رو از دست ندادن و با تماس با برنامه دعای هفت استاد بزرگ عبادت سه ساعته شفا پیدا میکنن. زنده باشی عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانومم؟ برای عشق و محبت. خدای مهربان عشق و محبت رو تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. خدا یارو نگهدار. اگه لطف کنین دستتونم برام بالا ببرید. چشم عزیزم چشم. خدا یارو نگهدارتون. ممنونم. خدا نگهدارت. خدای مهربان عشق و محبت رو تو زندگی بهت هدیه کنه. سلامتی و آرامش رو. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام خاطر نباشید. زنده باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت مینا خانم و خاص نور الهی. فداتون بشم. لطف دارین جانم. بفرمایید. کشور عزیزم ایران تماس گرفتم. کشور عزیزم ایران. بله به چه اسمی؟ عبادت می‌خواستم برای رضا، نام مادر مسئول. اما معجزه ها بفرمایید عزیزم. معجزه ها اکرم خانم و آقا محمود بودن در شهر مازندران که بچه دار نمی شدن از روز پروردگار الهی. بله. دعای حق نور الهی بچه دار شدن دو قلوه بردن. زنده باشی. ممنونم از لطفه. عبادت برای چی می خوای نازنین؟ برای سلامتی و آرامش. خدای مهربان نصیبت کنه سلامتی و آرامش عزیزم. خدا نگهدار. خانم خدا دست مبارکت هم برای من بالا ببرید. خیلی ممنون میشم. زنده باشین. خدا نگهدار. خسته نباشین. خدا نگهدار. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو بهت هدیه کنه. نازنینای من، گلای من، یادتون نره گفتیم برای عید، یادتون نره برای عید قربان یا برای عید قدیر نزدیک هست جفتش. شما عزیزای من هر کدومتون که قشنگترین شعر رو برامون بفرستین جایزه گذاشتین. حالا جایزه رو که نمیگیم چیه، اونم مونده که به این که برای کی میفته، جایزه به اسم کی میفته و شعرش چی هست نازنینای من. و مطمئن باشید ولی من اینجا بهتون میگم جایزه جایزه خوبیه انشالله، که البته هر چیز که از قدرت پنهان میاد طبیعتا خوبه. از خدای مهربان، از لطف پروردگار قدردانی و سپاسگزاری میکنیم به دلیل اینکه استادای عزیز دارن میان به آسمان ایران. امیدوارم که پروردگارم بهشون اینچنی انرژی بده، اینچنان انرژی داشته باشن که سراسر دنیا
انشاءالله ببیننشون. و نازنین من، گل من، یه مسئله دیگه که عزیزانمون ازمون سوال کردن که از جرمنی، فرانسه و انگلیس، این سه تا کشور رو من عرض کنم خدمتتون. یک ساعت قبل از این که، حالا با وقت کشور عزیزم ایران داریم میگیم، یک ساعت قبل از این که عزیزانی اگه هستن که از آلمان، از فرانسه و از انگلیس میخوان ببینن استادای عزیزو، یک ساعت قبل از ساعت 5 به وقت کشور عزیزم ایران، به خاطر مزدم خواهد، یک ساعت قبل از ساعت 1 یعنی ساعت 12:30 میتونن شروع کنن به دیدن تا یک ساعت. انشاءالله در این زمان اونها هم میتونن، البته زمان کمی رو در نظر گرفتن، ولی انشاءالله اون عزیزان ما هم بتونن استادای عزیزو در آسمان کشور در آسمان اروپا بتونن ببینن. خطی باید ندیگه، من میگم خطی نگیریم، چشم، بریم و چای بخوریم و برگردیم در خدمتتون باشیم با اجازتون فعلا.